پذیرها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها از تلویزیون پارس. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت بنابر با 30 روز از ماه آوریل یا اپریل در خدمت شما 17 برنامه یا بهتر بگم 18 برنامه، چون 17 برنامه گذشته بود هرچند به موضوع علی کمتر پرداختیم، اما این برنامه رو 18 برنامه در نظر میگیریم در مورد تحلیلی بر زندگانی علی ابن ابی طالب. قبل از ورود به بحث، خب در این یکی دو روز اخیر باز اخباری بیرون آمد از جنایتی که توسط عوامل رژیم صورت گرفت و طبق اسنادی که از سوی بعضی از این شبکه‌های خبری منتشر شد در مورد دختر جوانی از سرزمین ایران به نام نیکا شاکرمی وقایعی رفت که متاسفانه نه اولین باره و با وجود رژیم آخرین بار هم نخواهد بود. زمانی که این رژیم قدرت گرفت، اقوالی، سخنانی، اسنادی بیرون آمد از نحوه برخورد این رژیم با زنان و زندانیان عقیدتی و سیاسی. خب اون زمان این گونه شبکه ها، تکنولوژی، ابزار وجود نداشت و هنوز رژیم نزد مردم مشروعیت داشت. اخبار رسانه های خودش رو سعی میکرد به مردم جامعه منتشر بکنه و مردم هم سعی میکردن به همون اخبار توجه بکنن. وقتی گزارشی از توحش عوامل رژیم چه از قضات گرفته یا مأموران به بیرون درز میکرد، کسی گوش نمیکرد و باور نمیکرد اصلا این حجم از توحش و بربریت رو. گروه دیگر هم خب طبیعی بود در درون اون جامعه، چون در اقلیت بودند، رسانه‌ای هم نداشتند، خب صدای اونها به گوش کسی نمیرسید. اما روز به روز میبینید که این پدیده دیگر تبدیل شده به یک عادت رفتاری رژیم، به نحوه که اون عادت بنابر اون تعبیری که بوردیو به کار میبره، آی پیر بوردیو، عادتی که تکرار میشه تبدیل میشه به طبیعت و در واقع شبیه شده به طبیعت رژیم. اما مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. یعنی جاییست که این رژیم معلولی است از یک علت و اون علت مسبب این رفتار هاست، مسبب این حرکات، موجه کننده این جنایاته. ما در داستان زندگانی علی به بخشهایی از این رفتارها داریم اشاره میکنیم نشان میدیم که چرا این رژیم وقتی صحبت از اسلام میکنه، از مذهب شیعه میکنه، از اسطوره و نمادهایی مثل علی ابن ابی طالب بهره میبره برای این است که همین حرکات و سکنات و رفتارها، حالا با شدت و حدت، با تفاوت در رفتارهای اونها میتونید ببینید. ما در روز پنجشنبه دو برنامه ارائه کردیم در مورد فهم رفتاری رژیم، چون خیلی ها نمیدانند که این رژیم چرا این گونه رفتار میکنه، دلیلش چیست، ریشه این نحوه رفتار در کجاست. و این برمیگرده به ایدئولوژی، به تفکر. ما از زمان ماکس وبر که سعی کرد نشان بده چگونه عقاید در درون جامعه کنش رو سبب میشن و نحوه رفتار رو برای ما قابل فهم میکنن، به این نتیجه رسیدیم که باید خیلی عمیق‌تر نسبت به رفتار مردم، جوامع کوچک، دولت‌ها و گروه‌های اجتماعی نگاه کنیم. خب این اخبار به گوش میرسه، آنقدر هم
به شکل متکثر، متعدد، متنوع و در حد تواتر به قول فقها رسیده که بعید کسی شک بکنه که این رژیم یک رژیم جنایتکار، یک رژیم غارتگره که برای جنایت و غارت حد یقف نداره، جایی وای نمیسته، توقف نمی‌کنه. من بارها در همین برنامه عرض کردم اینا کسانی هستند که در ایدئولوژی و تفکرشون کشتن فرزند هم موجهه. یعنی شما فکر کنید روابط بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند، بین برادر و خواهر، این ایدئولوژی، این بسته فکری یعنی اسلام، از ذهنی که میتواند محبت رو بفهم، حتی حیوانات هم میفهم. شما بعضا این کلیپ هایی رو میبینید، یک ببری، گرگی، شیر درنده حمله میکنه به یک گوساله ای، اما گاف ها دارن از او پرستاری میکنن، حفاظت، حراست میکنن. اما این ایدئولوژی، این بسته فکری از انسان موجودی میسازه که فرزند خودش رو هم برای اون ایدئولوژی قربانی میکنه، برای اون تفکر قربانی میکنه و اسطوره ها رو هم این ایدئولوژی معرفی میکنه. میگه در ابراهیم برای شما سرمشقی نیکوست. خب برید زندگی ابراهیم رو نگاه کنید، چه کرده؟ بسته میگه ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، یعنی ریشش برمیگرده به ابراهیم، هرچند قبل از ابراهیم هم انبیایی بودن، اما به شکل ویژه از او برمیگرده. یعنی وقتی میگیم شیعه جعفری، یعنی پایه این شیعه از اسلام هست، اما در درون تفکر محمد باقر و جعفر صادق شکل ویژه‌ای به خودش گرفت. زندگی ابراهیم رو نگاه بکنید، کسی است که به عقاید دیگران احترام نمیذاره. زمانی که مردم شهر از شهر خارج شدن، بتان رو میشکنه و تبر رو میندازه به گردن بت دیگری. حالا داستانی، اما میخوام به شما نشان بدم که تفکر اینا کجا از قصص و داستان ها چطور شکل میگیره. یعنی عقاید دیگران احترام نذار، برو بت ها رو بشکن، برو خدایان دیگران رو نابود کن، به معابدشون تعرض کن. زمانی که از شهر داره بیرونش میکنن که بره، زن خودش رو ساره در داخل تابوت مخفی میکنه، میگه نمیخوام چشم نامحرمی به زنم بیفته. زن خودش رو با تابوت از شهر بیرون میبره، یعنی میخواد یاد بده که اجازه ندید زنان شما در مرعا و منظر مردم باشن. سومین کاری که او میکنه برای تعلقات و مسائل مختلف، زن و فرزند خودش رو در بیابان رها میکنه، تو براش اهمیت نداره. فرزند دیگر خودش رو، یعنی اسحاق که حالا در اسلام برخی اقوال میگن اسماعیل، اما غالبا ذبیح رو اسحاق میدونن، میاره در پیشگاه خدای خودش گردن ببره. خواب دیده و آمده فرزند خودش رو قربانی. اینها در درون این ایدئولوژی پرورش پیدا کرد. یعنی اگر میبینید یهودیان، مسیحیان و مسلمانان مستعد آدم کشی و جنایت هن، به خاطر اینکه در درون اون ایدئولوژی پرورش پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن. ایدئولوژی که ذهن انسانها رو میبره به سمت توحش، به بربریت. به مرور زمان اندیشه های دیگری ایجاد میشه، با این تفکر مقابله میکنن و کمی انسان ها رو از اون فضای دوگ و جزمی بیرون میارن. جهان مسیحیت رو نگاه بکنید، پر بود از توحش توسط همین کشیشان. اندیشه های روشنگری سبب شد مردم آگاه بشن که باید جلوی جنایت ایستاد، باید جلوی خرافات رو گرفت،
و از اون فضا بیرون آمد. وگرنه مسیحیت دینی نیست که با شما سر سازگاری داشته باشه، اسلام دینی نیست که با شما سر سازگاری داشته باشه، اما مسلمان خوب هم داریم. بله، چه چیزی سبب شده که او خوب باشه؟ اسلام نه، بلکه اندیشه های نوین باعث شد. اگه میبینید مسلمانی در اروپا جنایت نمیکنه، نه اینکه اسلام به او گفته جنایت نکن، نه، اسلام گفته بجنگ با کفار. دین خدا باید جهانی بشه. سوره فتح رو بخونید، سوره انفال رو بخونید، سوره توبه رو بخونید. اما میدونه که در جهان امروز اگر تعرضی به کسی بکنه با مجازات اعدام بودید، باید زندان بکشه، او را از اون کشور بیرون میکنه. اگر نه اسلام نگفته شما در درون یک جامعه امر و معروف و نهی از منکر نکن. در واقع انسان محصول پذیرش اندیشه های مختلف. خطایی که ما داریم اینه که دی میگن آقا ما مسلمان خوب هم داریم، بگیم بله کاملا درسته مسلمان خوب هم داریم، اما این ربطی به اسلام نداره، چون انسان اندیشه های مختلف رو در خودش جذب میکنه، در مواقعی اولویت بندی میکنه و اون چیزی که به نفعشه به کار میگیره. یعنی اگر میبینید یک انسانی هم دین داره، هم شهرونده، هم شغلی داره، هم کسب علم کرده، از طریق همه اینها ارزش‌هایی در درون او نقش بسته. مثلا فرض کنید من مسلمانم، اسلام به من اجازه داده اگه زن من نافرمانی میکنه بزنمش. مثلا آیه 34 سوره نساء نمیگه اگه نافرمانی کرد، میگه اگه خوف این رو دارید که نافرمانی بکنه. یعنی اگه میفهم که اگه من اینو بهش بگم ممکنه که قبول نکنه، نه اینکه قبول نکرده، حتی یک قدم قبل از جنایت او قصاص خودش انجام میده. گربه رو دم حجره کشتن یعنی همین. میگه اگه خوف داری که زن شما از شما نافرمانی کنه میتونی بزنیدش. این ارزشیست که اسلام در ذهن من جاری کرد. اما من وقتی وارد جامعه میشم، در دانشگاه به من یاد میدن که یک انسان امروزی کسی است که نسبت به دیگران با احترام، و زدن دیگران کار مدرن و امروزی و مطلوبی نیست. پس یه دریافتی دیگه دارم از برخورد به دانش. سومین مسئله محیطه. من میسنجم که اگه زن خودم رو کتک بزنم در این کشوری که قرار دارم منو میبرن زندان. پس محیط و سیستم جزا و پاداش یا قانون گذاری هم یه دریافتی به من. پس من سه دریافتی دارم. حالا حد عقلش عرض کردم ها. شما همینطور میتونید این رو گسترشش بدید. یک، دستور اسلام بزدن. دو، منع زدن توسط علوم. سه، سیستم جزا و پاداش که به من میگه میبرمت زندان. ایشون میتونه شکایت کنه، خسارت بگیره. در اینجا یک انسان مسلمانی مثل سلیمانی امیری میاد میسنجه در کجا داره زندگی میکنه. اگه تو یک محیطی مثل افغانستان الان باشه زدن که سهله، تا حد مرگ همون زن رو ممکنه کتک بزن. یک سیستمی هست از او حمایت میکنه، از او میخواد که قدرت مردانه خودش رو اعمال کنه. اما اگه در یک کشور اروپایی زندگی میکنه دیگه این کارو نمیکنه. چرا؟ چون میدونه آنچه که از دست خواهد داد خیلی زیاده، ضررش بیشتر از منفعتشه. اینجا دیگه اون هنجار اسلام رو کنار میذاره. انسان ها این گونه، یعنی مناسبات اجتماعی خودشون رو بر اساس داده های متعددی که در گفتمان ها بهشون اعمال میشه گزینش میکنن. این غلطه جایی است که یکی بگه خب بله چون سلیمانی آدم خوبی است پس اسلام خوب است، در حالی که نه.
چون سلیمانی یک سوژه است، یه ابژه نیست، یه سوژه است. در ذهن خودش اینا رو میسنجه، دست به گزینش میزنه، رفتارش رو تعدیل میکنه، مناسب میکنه. اما اسلام سر جاش هست، اون ابژه سر جاش هست، اون به شما گفته این کارو بکن، اگه شما نکردید دلیلش این بود که فشار از جای دیگری به شما آمده، قانون اجازه نداده، دانش‌های دیگری اخذ کردید که اگر این کارو بکنید تو جامعه به شما میگن بابا این آدم مدرنی نیست، آدم متمدنی نیست. پس خوبی من به واسطه اسلام نیست، به واسطه گزینش من. خب چرا این مسئله اهمیت داره؟ برای اینکه امروز ما اینجا نشستیم بحث بکنیم که کدوم یک از رفتارهای جمهوری اسلامی رفتار اسلامی است. اگه جمهوری اسلامی سنگسار نمی کنه، آیا اسلام گفته سنگسار نکن؟ نه خیر، اسلام گفته سنگسار. جمهوری اسلامی هم در همون زمان سنگسار می کرد، تا اینکه به مرور کمیسیون های حقوق بشری گرفته، فعالان حقوق بشری گرفته، این جنایت ها رو می آوردن نشان می دادن. جمهوری اسلامی احساس کرد که آبروش داره میره، گفته خب فعلا سنگسار دیگه نکنیم، یه چاله‌ای بکنیم و زن و مرد رو بذاریم داخل، مردم جمع شن سنگ کنیم، آجر بزن. دیدید دیگه فیلم هایم در آمد از همین مجازات متوحشانه، سنگسار زنان و کودکان. یکی از اون فیلم ها من یادم، خانم آقاداشلو بازی میکرد، اون زمان موبایل نبود که کسی بشینه عکس بگیره و فیلم بگیره. بعد از نماز جمعه جمع می شدن مؤمنان شهر، یادم کودک بودیم، می دیدیم دور یک میدون این همه آدم جمع هست، بودیم یک چیه داستانش، بودم یکی رو سنگسار میکنه. این حکم رو وقتی ما می خونیم یعنی حکم اسلام. اگه جمهوری اسلامی انجام نمیده به این معنی نیست که اسلام بهش گفته انجام نده، نه، چون جمهوری اسلامی سنجیده که اگه این کار انجام بده به ضررش. ما اومدیم نشان بدیم رفتار جمهوری اسلامی منطبق است با همین اصولی که او به دنبالش. حالا من امروز در مورد بنیادگرایی صحبت خواهم کرد و چهره شاخص این بنیادگرایی یعنی علی ابن ابی طالب رو هم به بحث میذاریم با دلایل. اما یه عده نمیخوان بشنون، نمیخوان بدونن، میشینن صبح تا شب تحلیل های آبکی خدمت مردم میدن که اینا فرقه تبهکارن، اینا ایدئولوژیشون. نه عزیز من، فرقه تبهکار نداریم، هر تبهکاری بر روی اصولی بنیان کارشو گذاشته. اون گروه تبهکاری پیرامون یک ایدئولوژی دور هم جمع میشن، یه قرارداد دور هم جمع میشن. جمهوری اسلامی قراردادش اسلام شیعه است. اونایی که اینو تبیین کردن براش علی ابن ابی طالب و فرزندانش، البته خب پیامبر اسلام هم به طریق اولا. ما برای اینکه نشان بدیم طبق اسناد جلو میریم. حالا صبح تا شب بنشینید سلیمانی با حب و بغض حرف میزنه، نه، چون داره ماهیت رو شما نشان میده. تو اسلام رحمانی رو دوست داری؟ به من نشان بده کجاش رحمانی، اون بخشش رو به من نشان بده. میگه آقا اسلام رحمانی رو به ما نشان میدی؟ میگه آقا شما نگاه بکنید در انگلستان، در آمریکا این همه انسان. میگه آقا اینا اسلام نیست، اینا مسلمانن. اسلام رحمانی رو به من نشان بده. چون یک مسلمان تابع بسیاری از هنجارهای مختلف، نقش‌ها و ارزش‌هایی که پیدا میکنه و خودش رو سازمان میده. اما چرا نمیخوان مواجه بشن با این جنایت‌ها؟ بخششون نفع داره. طرف نفعش در اینه که بر علیه این ایدئولوژی حرف نزنه، بر علیه اسلام سخن نگه، از دانشگاه اخراجش میکنن، از شبکه فلان بیرونش میکنن. ما تاوان همین نگفتنها رو دادیم دیگه. چون آقا من ماهی دارم اینقدر پول در میارم، اگه این حرف رو بزنم فردا به من میگن آقا فلانی تو شبکه ما نیا. خب من پولم از کجا در بیارم؟ استاد دانشگاه ماهانه دارن به من پول میدن، توجیه میکنم نفع من در این. خودشون فیلسوف هم میتونن، آقای عبدالکریم سروش و دیگران.
اما اسلامو خوشنما کنیم، چرا نفعی واسه ما داره؟ کتابای ما میفروشه، گاهی با ما شبکه های مختلف مصاحبه میکنن، ما رو فیلسوف نشان میدن، یه دو تا جاهای مختلف دفتر و دستکی را میندازیم، حرف بزنیم تاوان داره دیگه، ما رو از یه چیزی محروم میشه. در جمهوری اسلامی هم همین، ادی از اسلام دفاع میکنه، چرا؟ چون نفعشون. این نفع خیلی گسترده است، میتونه مالی باشه، میتونه اعتباری باشه، میتونه آرزو باشه، همین یک منفعتی به یک فرد میده که چشمش رو جنایت ها ببند. مورد دوم ترس. خیلی افراد داریم آگاهن اما حرف نمیزنن. بارها من به این مدیران شبکه هایی که تو رسانه های دیگه بودن، در پلتفرم هایی بودن، شما که این مسائل رو میدونید چرا حرف نمیزنید؟ ما درد سر داره دیگه، مسئولیت داره، میان میکشنمون، میبرنمون. گاهی بعضی از این افراد میگه ما نوشته میدیم دست شما، بیا بخون. حتی اون نوشتن هم حاضر نیستن بخون. جامعه ای که در درون اون روشنگرانش اینقدر بزدل باشن و ترسو باشن که در برابر خرافاتی که مردم رو به این روز انداخته بترسن، اون جامعه روی تاریکی، هیچ میک روشنایی رو نخواهد. هنوز هم وجود داره. بلافاصله عذرخواهی میکنن، آقا بله فلان، میترسیم، نگیم، چیزی نگیم. در نهایت در این حد هستن که بعضی از مراجع تقلید و اینها رو زیر سوال ببرن تا نهایت به خمینی برسه. دیگه وارد بحث های امامان و قرآن و رسول نمیشن. نه اینکه فحاشی کنید، نه، بیاید نقد کنید. همین کتاب هایی که ما میخونیم شما بخونید. بذارید این مردم روشن بشن. این روحانی یک شبه قدرت نگرفت، یک شبه نتونست اندیشه‌هاش رو هژمون کنه. 1400 سال داره رو ذهن مردم کار میکنه تا در نهایت قدرت رو بگیره. سومین موضوعی که سبب میشه خیلی از این افراد این جنایت‌ها رو ببینن و سکوت کنن، آلودگی خود اونها به همین ایدئولوژی. در این طرف آلوده این ایدئولوژی هست. حالا اگه شدتش خیلی بالا باشه دیگه عادت کرده به این جنایت ها، مشارکت هم میکنه. من عرض کردم اونایی که تو میادین جمع میشن سنگسار میکنن، یه آدم هایی هستن که همین از جنس خود ما ها، شاید نفعی هم ندارم، یه آدم عادی رفته نماز جمعه دیدی که آقا قرار یکی آدم رو سنگسار کنن به عنوان زنای محسنه. محسنه یعنی زن و مردی که متأهل هستن دست به زنا میزن. اون مردم اینا شرکت میکنه. اون تعبیر جوردانو برونو که لعنت بر این جهل مقدس، برای این مردم مصداق داره. همون مردمی که در زمان جوردانو برونو میامدن هیزم میآوردن که ایشون رو آتش بزنن، امروز هم شما دارید میبینید مردم میان مشارکت میکنن، اعدام رو میبینن، شلاق رو میبینن. چرا؟ چون خودشون همون آلودگی فکری رو دارن. دیدید کارگرانی که در درون یک، حالا بسته به شغلشون، در یک جایی با بوی متعفن مجبورن کار بکنن در طول روز 8 ساعت 9 ساعت، اینا دیگه به اون بو عادت میکنن. دیگه اون بو در درون ذهن اینها مشمئز کننده دیگه نمیشه. اما شما که اولین بار دارید عبور میکنید، وقتی اون بو رو استشمام بکنید بسیار ممکنه مکدر بشید. اما او عادت کرده. ایدئولوژی هم همین گونه، ادیان هم همین گونه. اگه شما به اون بوی متعفن عادت کنید اصلا بد نمیبینید اون رو، اتفاقا خیلی خوشبو میبینید. اون بوی بسیار خوبی میبینید. به همین دلیل یک مسلمان وقتی میاد در کشورهای غربی زنان رو میبینه که با حجاب آزاد و پوشش خاص و
میل کردن نمیدونم مشروبات و غذا، میبینم اینا چی میخورن، خیلی چیه، خیلی چه لباسیه، آخه اون چه فلانیه، حالا خودشو کرده توی یک برغه و نمیدونم این چیزا، آفتاب هم بهش نمیخوره یا اکسیژن هم بهش نمیرسه، اما میگه اونو نگاه کن مثل خوک دارن میگردن، مثل حیوان زندگی میکنن. حالا شوهرش رو نگاه میکنه با اون پیش و پشم و اون داستان ها و اون وضعیت، بعد میگه بفهم این خوبه، بوی محمد میده، بوی علی میده. اینکه داوری های ما تغییر میکنه حاصل همون آلودگی ما به این تفکره، که ما هم نسبتی داریم با اون فهم، با اون عقیده. استبداد رو میبینیم میگیم خوبه، اینی که خوبه، حالا توجیهش میکنیم. خرافات رو میبینیم توجیهش میکنیم، جنایت رو میبینیم توجیهش میکنیم. چرا؟ چون خودمونم آلوده اونیم. من یه بار تو همین برنامه عرض کردم، شما برو میرحسین موسوی رو بیا، جنایت کارترین آدم جمهوری اسلامی که ریششه، یعنی خمینی رو به عنوان امام قبول داره. چرا؟ چون خودش هم کارگزارش بوده در همه اون جنایت ها، یه بخشش هم این نخست وزیر امام بوده دیگه، دست داره. اما امام خوبه، سید علی بعدی. حالا نگاه کنیم اون یکی از این بدتر، این یکی از اون یکی بدتر. اما من چون در حکومت امام مشارکت داشتم، اون زمان حکومت خوب. حالا بهش میگه آقا این همه آدم شما اعدام کردید، سر و صدای اون منتظری در آمد، میگه من که در جریان نبودم، یا من تنها تصمیم گیرنده نبودم. دیدید این آقای عبدالکریم سروش رو انقلاب فرنگی را انداختن، یه هفتش به عنوان سردمداران موجه کردن اخراج استعدادهای کشور رو، دانشجویان کشور رو، بگه آقا تو مثلا عضو فلان حزبی، عضو فلان گروهی، یا عقیدت اینه، برو بیرون. امروز وقتی میخواد بحث کنه بگید نظر شما راجع به انقلاب فرنگی چیه، یه جوری دفاع میکنه. حالا در اون زمان بله قابل دفاع بود، در اون زمان نیاز بود، حالا ممکنم هست افراد و تفرید هایی شده باشه، ولی من نبودم، ما 10 نفر دیگه هم بودن. پس آلودگی خود ما هم در یک جریان سبب میشه که مواضعی که نسبت به جنایت و غارت داریم رو توجیه بکنیم، موجه. و در نهایت نبود تفکر نقادانه و سنجشگران است. انسان هایی که بیرون این جریان میخوان نگاه بکنن ولی تمیز قائل نیستن بین این پدیده. اینا رو عرض کردم، مرچن در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. اما بریم سر اصل داستان ما. یکی از شخصیت هایی که این رژیم مشروعیت خودش رو از اون آقا میگیره، ببینیم ایشان چه نوع انسانی بوده. خب ما رسیدیم به دوران کوفه، بخش های از زندگی او رو که تحلیلی است و میتونه به ما کمک بکنه خدمت شما ارائه کرد. امروز بحثی خواهیم داشت در مورد بنیادگرایی. چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون پاسخ میده به چند سوال امروز. شما میدانید امروز نواندیشان دینی، رفرمیست های دینی صحبت از این میکنن که اسلام یک دینی است که در اون تفکر آزادانه وجود داره، به روز رسانی میشه، هر لحظه هم که تولدی از علی و فاطمه و حسینه از اینها الگو برداری میکنن، مطالبی به اینها نسبت میدن تا بتونن جهان مدرن رو با اندیشه های علی یا به نوعی امامان شیعه و نیروهایی که اونها به اونها متکی هستن بدن. ما میخوام به اونها هم پاسخ بدیم و دوم نشان بدیم اگر جمهوری اسلامی امروز جنایت میکنه بر پایه اسلام و اینکه یک عده معتقدن اینا دین رو ابزار کردن، اگر علی ابن ابی طالب امروز بود چه میکرد؟ یعنی او از دین استفاده نمیکرد؟ به ارزش های مدرن تن میداد؟ با مقتضیات عصر و زمان خودش حرکت میکرد؟ خب بریم سراغ اسناد ببینیم اینا چه به ما میگن. در برنامه های ابتدایی من عرض کردم هر ایدئولوژی خب در درون خودش یه بستری رو داره. ریشه بنیادگرایی رو اول من یه توضیحی بدم، شاید اهمیت داره. بعضی از عزیزان وقتی بحث از بنیادگرایی میکنیم ممکنه بگن سلیمان راجع به چی داری صحبت میکنی.
این کلمه رو حتما شنیدی، بنیادگرایان، که از فاندامنتالیسم میان. میگیم فونداسیون که میگیم به معنای یک پایه، یک اصل، یک بنیانی است که شما مثلا ساختمون روش بنا میکنید. فیلسوفان هم دارای مبانی هستند، یعنی یک اندیشه رو دارن، بقیه مسائل روی اون اندیشه سوار میشه. حالا این مسئله میتونه در حوزه اقتصاد باشه به شکل خاص، مثلا در نشان مارکس رو میتونه در مورد افراد باشه و اون در اون مایه فکری و عملی افراد، مثلا در لیبرالیسم و خیلی چیزهای دیگه. مقصود چیست؟ وقتی ما صحبت از بنیادگرایی میکنیم، این بنیادگرایی ایجاد نمیشه مگر با وجود چند اصل، چند مؤلفه، چند ویژگی. اولین مؤلفه‌ای که وجود داره اینه که یک بنیان وجود داره، یعنی یک متنی، یک اصلی باید وجود داشته باشه. حالا ممکن این اصول در یک متن آمده باشه یا نه. این متن هم میتونه هم مقدس باشه هم غیر مقدس باشه. مثلا یک فیلسوفی یک متنی رو داده، پیروان او بر روی اون اصول با هم مشترکن، بعد دولت تشکیل میدن، حکومت تشکیل میدن، خب میخوان جامعه رو ببرن به سمتی که سلیمانی گفته. اما سلیمانی ممکنه 500 سال قبل گفته باشه، اما اون اصول پاورجان، پس به یک اصلی متکیان. اون مثلا وقت شما میگی مارکسیست ها، حالا کاری به اختلافاتشون نداریم ما در درون خودشون، اما به یک اصولی که مارکس گفته باور داره. پدیده های جامعه رو در همون مبانی میفهمن، راه حل برون رفت رو هم در همون مبانی میجن. بریم پیدا بکنیم اونها چیا هستن، جویندگیشون تو اون مفهوم، جو بیرون نگاه نمی. یهودیان بنیادگرا دارن، مسیحیان بنیادگرا دارن، مسلمانان هم بنیادگرا دارن، اما متنشون مقدسه. یعنی اونا بر روی یک فیلسوف نمی ایستن، فیلسوفشون پیامبر اسلام، فیلسوفشون موساس، فیلسوفشون ایساس. حالا البته آوای کلیسا و افراد دیگر هم هستن، اما اونا هم از درون همون متن مقدس یا شاره، که حالا شاره میتونه هم خدا باشه از نظر اونها، هم پیامبر یا کسانی که از جانب اونها هستن، مثلا حواریون و هایی که انجیل به اونها الهام شده. پس در درجه اول ما با یک اصولی در قالب یک متن، که حالا اینا میتونه مقدس باشه یا غیر مقدس، قرار میگیریم. دومین ویژگی این که این متون به شما یک سری ارزش ها رو یاد میده، یک سری هنجارها رو توصیه میکنه، یک سری نقش ها به شما میده، اخلاق شما رو سر و شکل میده. یعنی این متون خلع نیستن، شما بر روی فیزیک یا متون فیزیک نمیتونید بنیادگرایی ایجاد بکنید، من روی علم شیمی نمیتونید بنیادگرایی ایجاد بکنید. بنیادگرایی بر روی یک متونی خواهد بود که به شما میگه این کارو بکن، این کارو نکن، این نقش رو بپذیر، این نقش رو رها بکن، تعامل خودتو در جهان اینجوری سر و شکل بده. من روی متون علمی مثل فیزیک و شیمی که گزارهایی رو به شما اعلام میکنن، به دلیل اینکه جنبه اخلاقی نداره، بنیادگرایی به معنا نداره. پس این بنیانها، این متون، این اصول به شما میخوان توصیه بکنن، هم جنبه تجویزی دارن، هم جنبه در واقع توصیفی دارن، هم تجویزی دارن، هم جنبه اقنایی دارن. که ما در برنامه های گذشته عرض کردیم. سومین ویژگیشون اینه که معتقدن این چیزی که ما داریم به شما میگیم حق و یقینی و قطعی است. یعنی چی؟ یعنی فقط گزاره هایی نیستن که شما بشنوید بگذرید، نه، بدون که درستش همینه. مثلا شما مکاتب اخلاقی گوناگون دارید، بینشون اختلاف وجود داره. خب کدوم درسته؟ این متون به شما میگن که این درسته، یعنی همین متنی که من دارم به شما میدم درسته، هیچ شکی درش نیست، لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست، هدن للمتقین، هدایتگر
تقوا پیشگان. دیدید اما ابتدای قرآن هم آمده در سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل، تمام شد، هیچ شکی درش نیست. چون اگه شک بکنید جا باز میشه برای اینکه برید جستجو بکنید دنبال یک مکتب قوی تر، یک دستورات بهتر، یک اندیشه های دیگر. پس این متون علاوه بر اینکه به شما میگن چیکار بکنی، به شما هم میگن که دیگه این کار بدون شک بهترین کاره، یقینی ترین و درست ترین کار. ویژگی دیگرشون اینه که میگن بقیه صحبت ها رو میشنوی با صحبت های ما تطبیق بدی، یعنی ترازو رو در اختیار شما قرار میده که اگر اختلاف رخ داد خب ما به کجا مراجعه بکنیم. میگه ببینید خدا و رسول چه گفت، برید به سراغ اون. حرف درست رو میخواید بشنوید ببینید آیا با قرآن تطبیق میکنه یا نمیکنه. اخلاق درست رو میخواید بفهمید ببینید با رفتار پیامبر اسلام تطبیق میکنه یا نمیکنه. اینا معیارن، اینا سرمشقن، اینا الگوهن. و در نهایت اینکه میخواد جهان رو در هر زمان و مکانی منطبق بکنه با اون اصول، فرقی هم نمیکنه در چه زمانی و در چه مکانی، حتی اگه 1000 سال هم گذشته باشه، از نظر فاصله از حجاز هم دور باشه، باید باز برگردی به همون مبانی بندی شد. بنیادگرایان به دنبال این هست که ریشه انحرافات رو حذف کنن، برگردن به سراغ مبانی که در قرآنه، در سنت رسوله. این افراد یعنی داره افکار بنیادگرایی. خب حالا ببینیم علی جز اینا هست یا نیست. یعنی اگر امروز بحث بر سر این است که طالبان بنیادگران، داعش بنیادگراست، که درستم میگن در دنبال بنیانهای خودشون هست، آیا علی ابن ابی طالب بنیادگرا بود یا نبود؟ من یادم در یک مناظری یکی از این دوستان نواندیش من یک خطبه از علی ابن ابی طالب خواندم، حالا اینجا هم میخونم برای شما. میگم آقا این متد آقای سلیمانی متد ابن تیمیه است، چون ابن تیمیه رو این شیعیان به عنوان یکی از بزرگان سلفیگری میشناسن. سلفیگری یعنی برگردی به اسلاف خودمون، یعنی به گذشتگان خودمون. هویت ما مثلا صدر اسلامه، باید برگردیم به اون. بعد من اشاره کردم که من خطبه علی رو خواندم، یعنی علی داره معیار میده به پامنبری های خودش، به پیروان خودش، به یاران خودش، میگه اینطوری باشید. اما اگر شما میدونید این متد متد ابن تیمیه است، بدونید پس بین ابن تیمیه و علی تفاوت نبوده، هر دو بنیادگران. اما این نواندیشا نمیخوان بپذیرن علی بنیادگران. حسین ابن علی کسی بود که اصلا دلیل قیامش رو این که بازگشت به دین جدم، یعنی یزید ابن معاویه، کسی است که اسلام رو منحرف کرده، من میخوام قیام کنم که برگردم به دین جدم. یعنی در سال 61 ایشون میخواست برگرده به صدر اسلام، یعنی 60 سال قبل، که احیا بکنه اون اندیشه‌های. خب این نشانه بنیادگرا بودن حسین ابن علی است. جالب اینه که همین نو اندیشان برنامه میذارن در امریکا و جاهای دیگه، مردم رو تعمیر میکنن که حسین اصلاح طلب بوده. چرا؟ چون پروژهشون اصلاح طلبی است. اینا وامانده های دوران اصلاحاتن، دل درگیرو اصلاحات دارن، رژیم اونا رو به بازی نگرفت، حالا آمدن بیرون. خب برای اصلاح طلبیشون میخوان افرادی رو جمع کنن، نیاز دارن که اسطوره هایی رو معرفی بکنن، بگن آقا ما اصلاح طلبان هم یه سری اسطوره هایی داریم. خب در درون تفکر شیعی اصلاح طلب کیه؟ شما اصلاح طلب ندارید، مجبورید بگید حسین ابن علی چون قیام کرده. و
بر علیه حاکم وقت. اما محتوای قیام حسین برای چی بود؟ برای اینکه معتقد بود یزید شرابخواری میکنه یا به دین چندان اهمیتی نمیده یا امور شرعی رو سهل میگیره، آسون میگیره. تمام صحبت حسین هم ایناست دیگه. و بعد میگه من میخوام برگردم به سراغ دین جدم. پس اگر به محتواش نگاه کنید، حسین بنیادگراست. اگر به دنبال اصلاحات در اسلام هستید، برید سراغ یزید، چون او اومده اصلاح کرده. گفته نه، این اندیشه ها خشکه، یه مقدار باید انعطاف بدیم داستان رو. در دوران یزید بود که این هنر رو نمیدونم موسیقی و این داستان ها بود دیگه، همون چیزی که امروز مثلا وجود داره. این اصلاح طلبان به دنبال امینان دیگه، که یه سری آزادی هایی رو ما بدیم. و اگه شما اصلاح طلبید، به دنبال معیار و الگو هستی، باید یزید الگو بکنید نه حسین، چون حسین میخواست برگرده دوباره به همون دوران گذشته، مثل همین اصولگرایان در درون رژیم. دوران اصلاحات رو بد دیدن، گفتن آقا ما باید برگردیم به دوران امام، به اون اصول اصلی انقلاب. خب حالا ببینیم علی در درون ایدئولوژی چگونه آدمی است. هر ایدئولوژی انسانهای خاص خودش رو داره، انسانهایی هم داره که یه مقدار سهل میگیرن، و یه سری انسانهایی رو هم داره که بسیار زمخت و خشن هستن. خب علی در کدوم درون طیف قرار میگیره؟ چون شما الان مثلا حزب رو داری، یه گروهایی هستن میانه رو، هم یه گروهایی دارید رادیکال هم تندن، یه گروهای دیگه ای دارید خب نگاهشون متساهله. دیدید در درون هر حزبی هم وجود داره، هر جناحی برای خودش دیدگاهایی رو داره. علی در درون امت اسلام در کدوم طیف قرار میگیره؟ چون خیلی به ما کمک میکنه برای شناخت مش. یعنی شما وقتی یه حزب رو میبینی، میگید اگه این تندرو از این حزب بالا بیاد، میتونه برای ما خطرناک باشه. اما اگر این بخش حالا بگیم میانه رو قدرت رو بگیره، ما میتونیم امیدوار باشیم که یه مقدار فضا باز بشه. علی در درون حزب اسلام یا امت اسلام جزء کدوم جناحاست؟ آیا میانه روه مثلا مثل ابوبکره؟ آیا جزء جناحی هستش که خیلی سهل و ساده میگیره مثل عثمانه؟ یا اینکه نه، او جزء جناهای تندرو مثل عمره؟ یعنی اگه ما سه شخصیت رو بخوایم مثال بزنیم در اسلام تدائی بکنه که اسلام مثلا به عنوان یک حزب چه جناهایی داشته، ابوبکر میشه جناه میانه رو، عثمان میشه تقریبا جناه لیبرال ترش، حالا نه مفهوم مدرنش رو میخوام فقط تدائی بشه در ذهنتون، که اهل تساهل و تسامح، و اون طرف عمر قرار میگیره که چهره خشن نیست، اهل تساهل و تسامح نیست و بسیار آدم دوگ نیست. خود محمد در جناح دوم قرار میگیره، یعنی اون قسمت ابوبکر قرار میگیره. یه جایی کم میاره، یه جایی میبخشه، یه جایی خشنه. حالا ببینید علی داستانش چگونه است. میکنم شیرازی نقلی رو میاره در جلد 13 کتاب پیام امیرالمومنین که میفهمیم علی در درون ایدئولوژی اسلامی در کدوم جناح. در حدیثی نیست که علامه مجلسی در بهار الانوار آورده، میخوانیم هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره اموال غنایم نسبت به بعضی از جنگجویان سختگیری کرد، که ما شرح داستانش رو قبل از واقعه غدیر عرض کردیم، گروهی از آن حضرت شاکی بودند. پیغمبر اکرم دستور داد منادی در میان مردم ندا دهد و بگوید ای مردم، زبان شکایت را از علی ابن ابی طالب بردارید، چرا که او درباره اوامر الهی سختگیر است. یعنی خدا چیزی که دستور داده او کوتاه نمیاد، همونو انجام میده، و سازشکاری در دینش را مجاز نمیشمارد. یعنی نمیگه بنابر مصلحت مردم حالا بیام حکم خدا رو فعلا اجرا نکنیم، بیا فقط با حکم خدا اجرا بشه. پس میبینید علی ابن ابی طالب در درون همون طیف اسلامی در سختگیرترین جناح قرار میگیره. حالا به ذهنتون رجوع بکنید،
وقتی کسانی از صحبت از همای رحمت و از این داستانها به علی میبستند و میبندند، میبینیم که او براش فقط حکم خدا مهمه. کاری نداره لشکریانش میگن آقا غنایم رو به ما بده، سهم ما رو به ما بده، میگه نه. خب حالا علی چه درکی از اسلام داره؟ یعنی اون حزب خودش رو چگونه میفهمه؟ دیگه گفتار 125 نهج البلاغه. امام فرمود اسلام را چنان تفسیر میکنم که هیچ کس پیش از من آن را چنین تفسیر نکرده. تفسیر روشن کردن، یعنی میگه این همه اقوالی که شما دارید راجع به اسلام میگی، بذارید من به شما بگم اسلام چیه. مثلا سر یه موضوعی همه اختلاف داریم با هم، میگیم سلیمانی نظر چیه، من میخوام روشن کنم داستان رو و بعد بگم که شما کیا بر خطا هستید. در همین تعریفی که از اسلام میده شما میتونید کل داستان رو بفهمید. اسلام همان تسلیم است. دیدید خیلی ها میگن اسلام یعنی صلح، یعنی دوستی، یعنی شیادانی که روحانیونی که وارد فضاهای مجازی شدن که اسلام رو خوشنما بکنن، همین نواندیشان دینی که سخن از این میکنن اسلام به معنای صلح، به معنای صفا، به معنای عشق، به معنای مدارا. علی ابن ابی طالب میگه اسلام این تسلیم. در قرآن هم هست، میگه نحن مسلمون، یعنی ما رو جز تسلیم شدگان خودت قرار بدی. اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق است و تصدیق همان اقرار و اقرار همان ادا و ادا همان عمل. یعنی میگه وقتی شما تسلیم شدید در برابر خدا، یقین باید حاصل بکنید که هر کاری انجام میدید درسته، صادقه. یعنی تشکیک نکن در امر خدا، یقین داشته باش که این حرف درسته. خب حالا این یقین باید ذهنی باشه؟ علی میگه نه، باید در ادا و اعمالت هم این رو ببینی، اجرا بکنی. اینجا میخواد پاسخ بده به این نوع اندیشان دینی که اسلام فقط مال ذهن نیست، دستوراتی که در قرآن اومده باید اجرا بکنی، مگر نه مسلمان نیستی. قرآن رو بخونی، نزدیک 500 آیه به عنوان آیات الاحکام هست، در سنت پیامبر اسلام نگاه بکنی، احادیث زیادی وجود داره که شما اینگونه باید رفتار. علی داره میگه باید به همشون عمل بکنی. این نشانه تسلیمه. یعنی من وقتی میگم من تسلیم خدا هستم، به این معنا نیست که اگه خدا گفته شلاق بزن من بگم نه، اگه خدا گفته برو بجنگ بگم نه، اگه خدا گفته زکات بده بگم نه. اون تسلیم شدن نیستش که. نو اندیشان دینی یا آخوندهایی که میان در این فضا صحبت میکنن تا اسلام رو خوشنما نشان بدن، سعی میکنن بین اینها یک نقض غرض ایجاد بکنن، میگن بله ما مسلمانیم، خدا هرچه بگه خب بالاتر از ماست، حکیمتر از ماست، عادلتر از ماست، عالمتر از ماست. اما یه جاهایی ما میفهمیم خدا نمیفهمه، این حکمی که داده غلطه، غیر انسانی است. بهشون میگه خب مگه در قرآن نیامده الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل فرمان میده؟ خب در قرآن آمده میراث مرد دو برابر زنه، خب فرمان خداست، خدا اشاره کرده که من به عدل فرمان دادم، اما تویی که میگی نه یعنی چی؟ یعنی خدا ظلم کرده؟ الله یأمر بالظلم، یعنی فاقد انسجام منطقی بودن گفتار در اینجا مشخص میشه. علی داره میگه نه چون چیزی نیست. پس حالا قابل فهمه برای ما که وقتی علی برده فروشی میکنه، وقتی علی نسبت به کفار از جمله ایرانیان از نظر اینها سخت گیره،
برای اینه که او اسلام رو همون جوری میفهمه که قرآن بهش گفته، رسول بهش گفته و در همون راستا داره کار میکنه. نمیاد برگرده و بگه که نه خیر، هر کسی هر جوری دلش خواست رفتار بکن. خب اسلام شامل احکام هم هست. این روایت رو بخونیم چون به اتمام وقت برنامه رسیدیم، بقیهش رو میذاریم برای بعد که بنیادگرایی رو تشریح بکنیم. آیا شریعت نزد علی متفرقه، متشتته، یعنی همه آزادن هر کاری دلشون خواست بکنن؟ علی در خطبه 120 میگه ان الشرائع دینه واحد، تعلیمات و قوانین دین یکیست. یعنی پلورالیسم دیگه وجود نداره، تکثرگرایی وجود نداره. دین مشخص کرد، شریعت مشخص کرد یک. بنابراین آیین و اندیش طبق سخنان علی، حالا ما که ما بعدا هم به بحث بدعت میرسیم تشریحش میکنیم، نزد او هر نوع نگاهی که مغایر اسلام و شریعت باشه مقبول نیست. بعدا هم البته خب مجازات هایی رو هم که علی در نظر گرفته میخونیم تا ببینیم با یک بنیادگرای تمام عیار روبرو هست. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در